با درود سعید مرتزوی قاضی و دادستان جنایتکار پیشین و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی در حالی که پرونده های اتهامی او در دادگاه در دست بررسی است و دلایل متعددی مبنی بر ممنوع الخروج بودن او وجود دارد شامگاه پنج شنبه پنج آذر کشور را به قصد عراق ترک کرد این خروج با باستاب های انتقادی زیادی روبرو شده است به گفته یه پلیس کنیا دو شهروند این کشور که به همکاری با سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرده اند بازداشت شده اند. این متهمان گفته اند که قصد داشتند برای حمله به برخی مراکز وابسته به کشورهای غربی در کنیا برنامه ریزی کنند. همچنین دو شهروند ایرانی که در فرودگاه نایروبی با گذرنامه های جعلی اسرائیلی بازداشت شده بودند میگویند پناهجویند و اگر به ایران بازگردانده شوند خطر مرگ تهدیدشان میکند دولت کنیا این دو را مزنون تروریستی میداند مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام کرد 110 هزار نفر با مدرک دکترا در کشور بیکارند و بیشترین میزان بیکاری در میان فارغ و تحصیلان متعلق به دارندگان مدرک کارشناسی است. به گفته همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر افرادی که با سعید زینالی در حوادث کوی دانشگاه سال 1378 ناپدید شده اند هفت نفر بودند و خانواده های آنان تحت فشارهای امنیتی حاضر به مصاحبه و پیگیری سرنوشت فرزندان خود نیستند وی شهرام زنجانی را یکی از ناپدید شدگان دانسته که 17 سال است از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. وزارت خارجه بحرین کاردار سفارت جمهوری اسلامی در منامه را احضار و به دخالت این رژیم در امور داخلی بحرین اعتراض کرده است. این اعتراض پس از سخنرانی خامنه ای درباره حکومت اقلیتی ظالم در بحرین صورت گرفته است. به گزارش وبسایت کلمه پنج زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی از سوی دو زندانی و سکوت مسئولان زندان دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. زاربان سابقه شرارت داشته و مورد حمایت مسئولان زندان هستند. پروفسور نیما ارکانی حامد سی و دومی نفر در لیست صد نابغه زنده دنیاست. وی در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد و دارای کرسی استادی در دانشگاه پرینستون است. این کرسی از سال 1933 تا 1955 در انحصار آلبرت اینشتین بوده است. از این نابغه ایرانی دعوت شده که در طرح تونل شتاب دهنده سوئیس LHC که با هزینه بالغ بر 5 میلیارد دلار ساخته شده رهبری آزمایش ها را بر عهده داشته باشد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در پی کسب اطلاعاتی درباره سرنوشت حمید سمیعی شهروند ایرانی آمریکایی است که گفته می شود ماه گذشته در ایران اعدام شده است. خبر اعدام او را یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده است. دولت آمریکا میگوید که با توجه به گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است که پرونده ابهامات فعالیت هسته‌ای ایران یا پرونده جنبه‌های نظامی احتمالی این برنامه را ببندد. مارک تونر یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که گزارش آژانس ابهامات و سوالات باقی مانده در مورد برنامه اتمی ایران را به خوبی پاسخ داده است. وزارت امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد در حال تلاش برای آزادی یک طبعه ایرانی تبار این کشور است. کمال فروغی 76 ساله چهار سال است که به اتهام جاسوسی در سیاه جمهوری اسلامی به سر می برد. ولادیمیر کوژین دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور نظامی و فنی اعلام کرد که این کشور تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران را آغاز کرده است. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون سنفی معلمان ایران با انتشار نامه ای اعلام کرد که از پنج آذر در اعتراض به حکم نه سال زندان خود دست به اعتصاب قضای مجدد زده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از ارسال نامه ای به اعضای اوپک برای متعهد ماندن به سقف تولید سی میلیون بشک نفت در روز خبر داده و گفته ایران هم برای افزایش تولید نفت خود به مجوز هیچ کشوری نیاز ندارد. شب و روزتان خوش.